مطلبی که مهمه میخوام بگم اونایی که بچه ارزم حضور شما که دینی هستن مذهبی هستن سعی کنید دینتون شعوری باشه تحقیقی باشه نه شعاری و شعوری من مثلا دیدید فایلای رو میفرستن نمیدونم یه سری بی سواد از این ور ور خیلی از اینا خیمه شب بازی چرت پرت هایی که میفرستن جوک و خنده و مسخره بازی خرافات چیزهایی که دیدید اینا دیگه زیاد متاسفانه هیچ عالم عاقلی همچین خرافات و چیزای قبول نداره اینا اصلا ربطی نداره حالا یه عده میفرستن اینو نباید به پای تمام آخوندا شست اینو نباید به, دی... به, پای دین اسلام خب همین چیزها رو ما برای مسیحیت هم داریم اونایی که انگلیسی وارد هستن برای دین مسیحیت هم خیلی درست میکنن میفرستن میگن که کشیش فلانی این کارو کرده بود خوب حواستون باشه اینها نماینده این خرافات این مسخره بازی ها نماینده ای. نه شیعه هستن نه دین اسلام هستن اینا رو بشناسید خوب از بد تشخیص بدید اینها رو نفرستید و هر... بی ها رو دواج ندید بعضی اصلا دنبال ترویج خرافاتن نمیدونم جل مالیدن ها کجا بوده نمیدونم علم کشی و غم و اسب و گریه و فلان و بچه مردم رو قمه میزنن و گریه خوب این خور اینا رو ما میدونیم نه دینمون قبول داره نه علمامون نه کتابمون نه اصلا وجود داشته نه و همچین چیزهایی رو متاسفانه یه ده ترویج میکنن ما هم پخش میکنیم بعدش هم چیه چوبش رو میخوریم خب خوب دقت کنید وقتی دینتون شعوری باشه تحقیقی باشه با مطالعه باشه آقا یک بار گفتم تأکید کردم ببینیم اصلا ما در مورد امام حسین فرض کنید داریم صحبت میکنیم امام اما حسین واقعا برای چی رفت چرا تا آخرش موند فقط همین رو فکر کنیم که این پیامش چیه چرا وایستاد و عزیزترین چیز که جان و زن و بچه خودشه و خود جان خودشه فدا کرد اینو ما بشینیم کار کنیم روش نیاییم قهرمان پروری کنیم نیاییم دروغ وسط بریزیم نمیدونم سی هزار تا زخم،, زخم شمشیر خورد و فلان تک پاره شد و نمیدونم یک چیزهای آدم میشنوه از بعضی از این مدداهای خدا چی بگم آخه بعضی از این کتابهای های علکی خب اینا رو جربا با جر کنید اینا هیچ کدوم اینا ترویج خرافاتی که به خاطر اینکه اصل مطلب رو چیکار کنن ریشهشو بزنن ترویج خرافات فقط و فقط قدیم نبوده نمیدونم چیزهایی که حالا متاسفانه رایجه حالا ما بگیم که عامل سهیونیست و انگلیس و نمیدونم کسایی که با شیعه و اسلام اینا مخالف بودند این کار رو انجام دادن همین امروزه متاسفانه این چیزها وجود داره و تاکید کردم بارها گفتم که برای کوبیدن یک حقیقت یا یک مکتب خوب به آن حمله نکن بعد از آن دفاع کن بارها دیدید مطالب مخ... جاهای مختلفی که حالا قسمت های مختلف فیلم اشاره کردم و همین ترویج خرافات امروزه هم وجود داره به شکل مدرن حتی متاسفانه یه دادم بی سواد خودشون رو میزنن به حالت روشنفکری با یه سری چیزهایی که و یه عده آدمی که متاسفانه اهل تحقیق نیستن جوونن خامن میرم میشینم پای منبر بعضی از اینها بدون این که تحقیق کنن مطالعه کنن بررسی کنن واقعا این چیزی که داره میگه حقیقت داره دو تا سایت سرچ کنم نمیدونم دو تا کتابو بخونم چیزهایی که هستش مثلا یه نمونهش همین چیزی که حالا خیلیات این کلیپشو دیدن دیگه چیزهایی که هست و متاسفانه یه همچین افراد الان تو جامعه ما زیادن یه نمونه های این آقا داره که مثلا من یادم میاد زمان قدیم برای شلوار جین گفته بود جن و جین و ارتباط داده بود نمیدونم فراماسون هم همینطوری میبافه یه سری چیز بعد بهش که حتی میگی که آقا این اینطوری نیست و علکی اینا چرا اینطوری اصلا ربطی نداره بعد اصلا خودش رد میکنه حتی فیلمش هست میگه من همچین حرفی رو نزدم خلاصه اینا ببین بازیایی که میکنن حالا من نمیدونم چرا یه عده به اینا میدون میدن و آبروزی هایی که انجام میشه نمیشه جمع جورش کرد مثلا الان توی این فایلش الان خیلی شاید داشته باشن توی اینترنت هم میتونید سرچ کنید که میخواد اثبات کنه اینم میدونید چیه از جاهای مختلف گرفته شده چرت پرتایی که حالا نشون میدم از سایت های فکت چک اینا چک کنید عرب سری مثلا خود آمریکا یه هستن که آقا Uh, 11 سپتام کار قبلا برنامه ریزی شده بود گروه فراماسون مایکروسافت خبر داشت و تو برنامهش هست و فلان به یه روش خیلی uh, مسخره یعنی با یه آ... آیا آدمی که یه ذره سواد کامپیوتر داشته باشه میبینه که چه مسخره بازی داره انجام میده و خب بعدا اینا رو یه کسی میفهمه خب آدم احساس میکنه تحمیق شده و کسر شن آبروزی میشه خب خیلی سخته اینه تو رسانه های اجتماعی هم پخش بشه و خیلی از این مطالب خوزعبلات چرندیات و خرافات متاسفانه هستن و هنوز استقبال میکنن فکر نکنید که مال زمان قدیم بوده اول فیلم این آقا رو نگاه کنید چطوری اثبات میکنه بعد دلایل علمی که حالا چرت که میگه با همدیگه نگاه بکنیم ببینیم اصلا چیه

یه شماره پرواز داره دیگه فرودگاه میری هر بلیتی شماره پروازش پرواز شماره چندم بود پرواز شماره 11 بود عجب 11 شد خورد اون دو تا برج ستونای سلیمان که شبیه یازده بود عدد یازده بود بگذریم اینجا نگاه کن کیو همون او یه دونه چی داره فتیله بهش آویزونه درسته این نماد بمبه 33 که 33 خودمونه نیویورک این وای این شماره پروازش کد دار اینو بگیری توی هر وردی که دلتون میخواد ببرید از 97 گرفته تا الان توی نوت پد ببرید چرا میگم 97 یعنی سه سال قبل از اینکه اصلا این برج خراب بشن درسته 2001 4 سال قبلش تو ورد 97 هم هست اینو بگیرید بیاد اینجا این فونتی که بهتون میگم انتخاب کنید کدوم فونت از پایین سومی فونت ووی دینگزه دی ها وینگ دینگز تلفظ درستش وایندینگز سه تا وایندینگز داریم اونی که جلوش عدد نداره یاده نرا یک پس با حروف بزرگ بنویس کیو کوچولو ننویس این این یکی به. از پایین سومه میبینید حالا میرم روش ببینید چی میشه اه. یه هواپیما میخوره به دو تا ساختمون نشان مرگ اسکالنبونز و پرچم نحس نشان نحس شنگ داره میگه من این کار من بودم آقا زدم خراب کردم یارو دو تا افغانی نشستم پشت هواپیما زدن و ولو ساده واقعا ساده پس چیکار کردیم نوشتیم کیو سی و سه ان وای اومدیم توی فونتا آخرین فونتو و بیندینگز رو انتخاب کردیم شد این خب سرتون رو درد آوردم تعجیل در فرج آقا امام زمان ان بیاد ما راحت بشیم و از شر اینا صلواتی گفتم اولین کاری که میکنیم ما توی اینترنت یه سرچی میزنیم چند تا سایت معتبر رو نگاه میکنیم همین که من توی اینترنت کیود 33 انوای رو میزنم خوب دقت کنید سایت های مختلف اولین سایتی که میاد همون اسنوبس که بهتون یاد دادم که چطوری برای فکت چک توی کشور خود آمریکا که حقیقت ها رو خب همین رو الان نگاه کنید داره میگه که آقا همچین چیزی دروغه خب واقعیت نداره حالا من خودم هم اثبات میکنم اصلا ربطی به این نداره که بگیم حالا این آمریکایی اینا میگه که این فونتا و اینا رو که دارن میگن خیلی به مال خبر خیلی وقت پیشه فالس غلط هم چی چیزی معنی نداره بعد دلایلش هم حالا اینجا میتونید بررسی کنید دوم شما میتونید با یه دونه نوشتن مثلا حملات سپتامبر 11 بیایید اطلاعات پرواز رو ببین اصلا همچین پروازی وجود داشته اصلا ما همچین پروازی نداریم این بر اساس دیدگاه های خودش اومده یه عدد بلد انگلیسی داده یه دام آدمی بی سواد باور شد ببینید اگر همچین هم پروازی هست من تو اینجا کل اطلاعات پرواز و حملات 19 سپتامبر اینجا هست و تو اینترنت هم از میتونید اصلا سرچ کنید همچین پروازی وجود داشته همین که من بزنم کیو خب سی ببینید صفر یعنی هیچی همچین چیزی وجود نداره حتی بزنم 33 و ان می ان میبینید همچین چیزی وجود نداره ولی وقتی من بزنم مثلا فلایت میبینید پرواز خب میبینید 97 تا پیدا کردم میتونم برم که بنویسم مثلا فلایت نامبر فلایت نامبر خب میبینید فلایت نامبر پیدا کردم میتونم برم شماره پرواز رو پیدا کنم که دقیقا چه پروازهایی بوده چیزهای مختلف اطلاعات مختلف پیدا کنم اصلا ما همچین پروازی همچین شماره ای نبوده اینو حالا بر اساس چی بافته خوب دقت کنید بریم توی ورد ببینیم که اینو چطوری این کار کرده ببینیم می نویسید ایران کلمه ایران خب با حروف بزرگ من می‌نویسم ایران من همین کلمه ایران رو الان ببرم به قول آقا وینگلو که ایشون میگه وینگ دینگز. خب و اینتر رو بزنم میبینید یا همچین چیزی حالا من شروع کنم تفسیر کنم ایران یعنی نمیدونم فلان ایران یعنی بهمان این یعنی انفجار مگ فلان همینطور حالا برم ترامپ خود ترامپ رو بنویسم بعد خب ببینید چیا میاد خب من این فونتش یه مقدارم بزرگتر میکنم رنگش هم مشکی میکنم که شما بهتر ببینید خب چی ها میاد ترامپ یعنی ارزم به حضور شما که ببینید ویروس کرونا ویروس مثلا ترامپ مشخص مسیحی بوده ترامپ انفجار کل دنیا رو میفه یعنی همینجوری بشینم برای خودم تفسیر کنم ای فونته. این فونت اینجا ببینید حالا همین فونت خوب دقت کنید همین فونت شماره دو هم داره یعنی دو بزنم و اینتر بزنم چیزای دیگه این میاد همین ترامپو با ویندینگز دو بزنم خب شکلای دیگه میاد اینا برای آموزه یه سری فونت هاست یه سری کارکتر هاست شما الان بیایی بنویسی الله خب این یه همچین چیزی در میاد حالا همینو ببری توی ویندینگز شماره یک سفر خب یه همچین چیزایی در میاد که ایشون در آورده خب ببینید توی ورد توی کامپیوتر یه سری چیزهایی هست استفاده میشه و فونت ها یه سری اصلا فرمولای مخفی هست ببینید من الان فونتمو تایمز برای معلم ها معلم هایی که آموزش کامپیوتر ندارن یاد میدم من چه میدم باید بشینم دو ساعت تایپ کنم خب وقت میگیری دیگه میخوام مثلا یاد بدم اینجا رو سلکت و فلان اینا من به خاطر اینکه این کارا رو نکنم چرت پرتم تایپ نکنم ورد یه چیز مخفی داره که می مساوی خوب یاد بگیرم معلم های کامپیوتر مساوی بعد بنویسم رند یعنی رندوم رند بعد ارزم بزرگ داخل پرانتز مثلا بگم که من سه خطی میخوام مثلا پنج پاراگراف میخوام پرانتز ببندم اینتر وقتی اینو میزنم برای من پنج تا پاراگراف یه متنای مخفی که خودش داره چیکار میکنه فردا بگم که مایکروسافت این متن رو مخفی کرده نه از این فرمولا زیاده که مثلا میخوام یاد بدم این متن انتخاب میکنید بعد از اینجا میایید فرض کنید فونتش رو قرمز کنید برای اینکه سریع آموزش بدم این یا همچین چیزایی رو داره یه بار دیگه یه فرمول دیگه مثلا میگم رند خوب دقت کنید یه دات یه اولد یه اولد قرار بدم بعد پرانتز رو باز کنم پرانتز خالی اینتر بزنم یه متن رو میاره مخفیه یه متن داخل ورد برای آموزشه که توش یه جمله یه که تو انگلیسی همه حروف توشه ببینید the quick brown fox jumps over the lazy dogs همه حروف انگلیسی توشه حالا همین رو ببینید همین رو نگاه کن من ببرم چیکار کنم تبدیل کنم به همون فونتی که این آقا گفته بود یعنی چی ویندینگز میبینید این رو در میاره خب الان شما علامت انفجاری نایی که بود چرا ان وجود داشت نایم به خاطر اینکه این, که این اینی که الان من دادم بهش با حروف کوچیک بود همینو انتخاب کنم و برم اینجا به حروف بزرگ تبدیل کنم یعنی آپر کنم یعنی همه دکویک برند با حروف بزرگ همینو الان با وندینگز انجام بدم همون علامت انفجار و هواپیما چرا چون هر حرفی معادل یک کاراکتره اونایی که دارن تایپ میکنن بفهمم مثلا این این میاره این علامت ویروس مثلا یه کارکتره یه حرف حرف تیه مثل ترامپی که زدیم یادتون باشه ت این علامت انفجار هر این چیزی اینها و حالا ایشون مثلا میاد اینا رو نگاه کن مثلا میاد اینا رو ور میداره این مثلا این شکلا رو مسیحیت رو میذاره اینو میذاره فرض کنید این رو ای و ای پرچم رو نگر میداره اینا رو نگر میداره اون چیزایی که باب میلشه علائمی که مثلا باب میلشه علامت انفجار رو نگر میداره حالا بقیه رو حذف میکنه مثلا یه حرفی ازش در میاد خب حتی عددها ببینید شما عددها ها سی و مثلا 55 پ پنج نمیدونم 8 و 9 صفر نمیدونم عدد یک هر کدوم یه عددی بعد بر اساس یه جمله ای رو در میاره ببینید این الان بعد بیا تفسیر میکنه میگه که نمیدونم خب الان من اینو تبدیل کنم به حروف بیام به مثلا تایمز نیو رو من بزنم میبینید یه همچین چیزی در میاد بعد بیاد بگه پرواز فلان نمیدونم پرواز اوکراین قبلا پیش بینی شده بود با موشک بزنم فلان کنن شایه یعنی اینا تبدیل حروف بازی انواع فونتا اینجا هست فقط این نیست گفتم ما فونت های مختلفی داریم و همین ویندیکس خودش شماره دو داره وقتی تبدیل بشه یه چیز یه کارکتری در میاد شماره سه بزنم یه شکل های دیگه در میاد اینا برای آموزش کار اصلا یه چیز مخفی نیست بعد برای یه آدم جوون متاسفانه بی سواد که اهل تحقیق نیستن کار نیستن مطالعه نیستن خب این فرمولا گفتم فرمولای مخفی هست که اصلا یه دونه داریم برای حروف لاتین لورم مثلا میتونیم بنویسیم پرانتز باز اگه خواستیم پاراگراف اینا رو مشخص کنیم اینتر میزنیم حروف لاتین رو بیاد برای فارسی برای خیلی چیزا هستش برای آموزش و خودمون هم میتونیم همچین فرمولایی رو داخل این تعریف کنیم اینا هر کس بزنن تو هر وردی بزنن ورد به گل معروف مختلف 2000 نمیدونم 2010 حالا هر چی بزنن این فرمولا هست به خصوص این رندو خوب یاد بگید مساوی رند یعنی رندوم بعد پرانتز باز میکنید هر تعداد خطی که میخواهید مثلا چهار خط میخواهید یه ویرگور پاراگرافی که میخواهید مثلا 6 تا بعد پرانتز رو میبندید یا اینتر میزنید وقتی اینتر میزنید به تعداد اون خط اون پاراگراف ها مثلا شی شیش خط فرض کنید نمیدونم پنج تا پاراگراف حالا هرچی هست تبدیل میشه اینا توش هست و یه سری متنای همینطوری چیه درونش هست که برای آموزش اینا و از این فرمولای مخفی زیاد داره ورد داره اینترنت داره ویندوز داره و متاسفانه یه در میان بازی میدن پس نکته ای که میخواستم بگم خوب دقت کنید از این خوزعبلات بوده و هست و حالا مدرنش کردن یه مقدار اهل تحقیق باشید مطالعه باشید و به این چرندیات زیاد دقت نکنید و دلیل بخواید و برید تحقیق کنید ببینید اصلا همچین پروازی بوده از کسی که کارشه تخصص داره وارده بپرسید آیا همچین چیزی چه معنی داره واقعیت داره به چه نحویه آقای محترم میخوای یه چیزی رو ارائه بدی اولا سعی کن چیه مطلب و درست و صحیح با منبع و سند ارائه بدی سانیان تو کاری که وارد نیستی کاری که به تو ربطی نداره تخصص تو نیست دخالت نکن آقای پزشک تو کار روحانیت آقای روحانی تو کار پزشکا آقای مهندس تو کار علم آقا. بابا هر کسی تو کار خودش چرا تو کاری که وارد نیستی و یکی از بدترین کارها اینه که ما همه چیزو میخوایم وصل کنیم متاسفانه به اسرائیل و آمریکا سری سری آرم اسرائیل رو میذاریم پزشکی وصلش میکنیم به ورزشی وصل میکنیم بابا به خدا قسم ببینید الان یه نمونه فایلی که میبینید خواهی تو متوجه میشید به خدا قسم اسرائیل انقدر بزرگ نیست سهیونیست انقدر بزرگ نیست که ما بزرگش کردیم به دهنا انداختیم معروفش کردیم من نمیدونم خود اونها موندن هاجواج موندن اصلا شما یه مدار در مورد خود مردم اسرائیل و سهیونیست تحقیق کنید بابا جمعیتی ندارن قدرتی ندارن دو... ولی آنقدر عرب ها و ما ایرانی ها و نمیدونم مسلمان ها به اینها اهمیت دادیم ورد زبون کردیم همه جا معروف شدن همه جا مشا... اصلا خیلی از اروپا ها و نمیدونم آفریقا و اینا اصلا نمیدونن اسرائیل کیه چیه ولی ما یه کاری کردیم اینا دیگه اصلا قدرت پیدا کردن عظمت پیدا کردن یعنی خود ما اومدیم چیکار کردیم ورد زبونشون کردیم همین یه نمونهشو نگاه کنید خیلی گوش کنید آخه بعید از یه آدمی که محققه، با سواد بیاد با یه سری از اصطلاحات پزشکی و علمی بیاد یه همچین حرفایی رو بزنه قشنگ گوش کنید یکی از شماها پپسی برای من تر... معنی کنه ببینم پی اکس تو ساپورت اسرائیل بپردازید به های بیشتر برای حمایت از اسرائیل ببینید با ما چیکار کردن من سری میگم رفقات شما الحمدلله اح... خب ببینید چی داره میگه آخه خنده داره یه ذره تحقیق کنی که میشه و میشینن اینجا احسن به نمیدونم پی اکسترو آنها اون هم اکستراس اکسترا یعنی اضافی مانی یا پنی اونم که پی پنی نه مانی تو سیو اسرائیل برای نجات اسرائیل پرداخت کنید پنی اضافی برای اصلا ده ده حالا ببینیم چیه چیه قشنگ یه بار دیگه گوش کنید واقعا ناراحت کننده است پی پنی تو اسرائیل بیشتر برای حمایت از اسرائیل ببینیم این خوزعبلاتی که ایشون گفته اصلا چه معنی داره همون جمله که خودشون میگه یعنی پپسی پی اکسترا مانی فور اسرائیل خب خوب دقت کنید اولا اینجا دیگه ده ها سایت شما چیه میتونید پیدا کنید که همچین خزبلاتی رو قبول نداره این داره میگه فور support سیوینگ این میگه که سیوینگ برای نجات اسرائیل نمیدونم هر کدوم از اینها میتونید بشینید بخونید اصلا ببینید میخندن یعنی اصلا یه چیزایی خنده دار و اینها یا یکی از اینا رو من باز کردم نگاه کنید یکی از علمای مصر دقیقا همین حرف رو میزنه این تو عرفین کلمه بيبسي بي اي بي اس اي البي الاولانية دي قالوا دي من باي ادفع اي e افري كل تالت ببنيت مثلا این میگه افری اون میگه نمیدونم اکسترا این میگه ساپورت اون میگه سیوی همینطوری از خودشون چکار کردن بافتن ببین بافتن یک کلمه چیز خاصی نیست خیلی راحت گوش کنید شاید یه مقدار خنده و کم باشه خب شما مثلا USA اس ای مخفف چیه شنیدید دیگه مثلا یونایتد States اف امریکا خب توی کلاسات ها درس می وقتی بعضی بچه برای شوخی خنده میگفتن آقا این یعنی یونجه صادراتی ببخشید اردویل خب یونجه صادراتی یکی میگه نه آقا این چیز یوم الله 13 آبان یعنی هر کسی میتونه یه چیزی بسازه بگی که این اونه یا مثلا همین پپسی رو نگاه کنید ایران همینطوری بر خودت مثلا پیرو بگی نمیدونم اه... چیزی که دوست داری از این بازی ها دیدید که شوخی ها میکنن میگن که جوک میسازن این مخففه چیه نمیدونم خب میخوام بگم که اینا من در همچین آقایونه به خاطر اینکه وصلش کنن به سهیونیست اسرائیل و نمیدونم حالا هر کسی که دوست داره برای خنده و شوخی 22 تا مثلا <applause> اکرونیم برای چیه همین پپسی پیدا کرده و دقیقا اینجا میگه آقا پپسی پپسی کلاس اصلا هم این اکرونیم نیست میبینید میگه it is not an acronym پپسیکولا یه کامپانی یه شرکته کلا یه اسم و شرکته و هر کسی به زن خیش شد یار من هر حرفی رو برای خنده و شوخی و چرت پرت برای خودش گفته و حواسمون باشه زرنگ باشیم عین همون پرواز شماره پروازی که اون آقا بگو ارائه داد برای پرواز یه عددی رو یه نمیدونم چیزی ترکیبی رو از خودشون چیزی که دوست داشت ساخت ما میتونیم با این کلمات چیکار کنیم برای خودمون چیکار کنیم بسازیم شما نگاه کنید پپسیکولا اولا پپسیکولا بوده در ثانی پپسیکولا کی چیه 1893 خوب دقت کنید 1893 ساخته شده به برندش شده نمیدونم بعد تغییر نام داده نمیدونم مال شرکت چی بوده همه اینا رو میتونید در بیارید در حالی که اسرائیل 1948 یعنی 50, 50 60 سال بعد اسرائیل ساخته شده چه رفتی به اسرائیل داره اون 50 60 سال قبلش بعدش نمیدونم جنگ عرب و فلان حالا عرب ها به خاطر تحریم مثلا آمریکایی پوزهایی رو یه زمانی دادند و گفتند و اینا چیکار کنید بعد یه دو اومدن این بازی ها رو درآوردند و چیزایی که هستش خیلی راحت شما میتونید در مورد پپسی تحقیق کنید ببینید که اصلا همچی چیزی واقعیت داره یا نه به هر حال سرتون رو درد نیارم منظورم اینه که دوست عزیز اولا دو کاری که تخصصت نیست به خصوص کارهای حساس مثل پزشکی مثل کارهای ارزنبوزو شما مذهبی دینی اخلاقی کاری که تخصصت نیست یه چیزی یاد گرفتی یه کتابی خوندی واردی دخالت نکن این اولا نکته مهمه کار رو خراب میکنی ثانیا یک پیام درست رو با روش غلط با پیوند دادن به چیزهایی که اصلا ارتباطی نداره خراب نکن اصفانه امروز رایجه یه عده با روش های مدرن دارن دوباره خرافات جدیدی رو چکار میکنن ایجاد میکنن یه مقدار اهل تحقیق باشید پرسشگر باشید بپرسید اینجا دقت کنید یه نمونه از خرافاتی که خیلی ها متاسفانه میفرستن دیدید یه دعا میاد بعد میگه که کپی کن و اگه کپی نکنی بدبخت میشی فلان آقا همچین چیزی کسی برات فرستاد کپی و ارسال کن نفرستی علم میشی بل میشی مگه نگفته پنج بار هفتش دا فش از طرف من بنویس و پنج بار بفرست به خودش اینا ترویج خرافات همچین چیزایی من اگه دعا هست سر جاشه بگو گفته دیگه برای چی من کپی کنم به پنجا نفر نفرستم علم میشه بل میشه فلان اینا خوب ترویج خرافات این کارا رو نکنید و مراقبت کنید آی نمیدونم غیرت داری آی ایرانی هستی آی نمیدونم مسلمونی آی ایمان داری بفرست آقا مطلب تو بفرست منبشو بگو سندیتش رو بگو من نگاه میکنم مطالعه میکنم ارزش داشته باشه میفرستم نشته باشه دلم میخواد نمیفرستم من یه خبری رو گرفتم که سری تا گرفتم متوجه شدم این خبر خبر داخلی نیست نویسنده داخلی نیست این خبر ترجمه شده است یعنی اومده با گوگل ترنسلیت یا به برنامه دیگه ای خبری که توی خارج از کشور رایجه و به انگلیسیه و خیلی هم جذاب کار برای استفاده کردن چیکار کرده اینو ترجمه کرده دو سه تا هم نمیدونم از خودش صبح خیر و شب خیر و فلان که ما ایرانی ها هستش آرزوهای فلان میفرستیم یعنی اومده خبر ترجمه کرده دو سه تا کلمه هم اضافه بالا کمش کرده اضافه کرده و قربانی و هکر و فلان اینور اونور سری چند تا کلمه کلیدی این خبر رو مثل اس او اس نمیدونم گیف و فلان و کلاهبرداری اینا رو زدم به انگلیسی و اصل خبر رو دریافت کردم که که همچین خبری اه، توی اه، فکت چک وجود داره که غلط همچین چیزی وجود, وجود نداره و علکیه این هم لینک اون خبری که ارزی فکت چک اومده و نوشته فالس غلطه همچین چیزی وجود نداره گفتم یه چند تا کلمه کلیدی از این خبر حالا ترجمه کنید و میبینید که واقعا وجود داره یا نه برای واتساپ میفرستن برای تلگرام میفرستن و خب میتونید از ترجمه کردن اینها استفاده کنید و متوجه بشید که اینا ترجمه شده است و همچین چیزی واقعیت ندارد بس حواستون باشه همچین چیزهایی که با یه و ترجمه شده رو دقت کنید میتونید سریع پیدا کنید از مفهوم متن و ترجمه کردن و چیزهای مختلفی که وجود داره یا خبر دوم که شاید خیلی قبلا هم شنیده باشید که واتساپ دیگه میخواد پولی بشه خب و برای اینکه یه ادعای آدم بی و اینم خب متأسفانه دوستانی فرستادن که فوق لیسانس بوده خب و بارها هم گفتیم آقا اینا دروغه همه جا پخش شده حالا تو سی دی هم آموزش دادم کامل کار کردم خب و برای اینکه اعتماد شما رو به دست بیاره اومده متن انگلیسی شم گذاشته و منبع هم گذاشته منبع واتساپ کدوم منبع منبع یه لینکی داره که آدم میتونه بره چک کنه فلان ناخود خود واتساپ چیه که خب من همین جمله انگلیسی شو میبینید که نوشته واتساپ بخواد پولی بشه کلیک راست کنم کپی انتخاب کنم و برم توی اینترنت خب همون جمله انگلیسی رو به چسبونم اینجا همون یه جمله اولش رو میبینید فکت نیوز یعنی اولین سایتی که میاد میگه که نو واتساب از نات گوینگ تو بیکام پید میگه دروغه میبینید همه اینا هوکس هوکس یعنی دروغ هوکس دروغ خب انگلیسی هم میبینید اسکم میبینید اینجا هم نوشته اسکم یعنی دروغه همچی چیزی نیست بعد اینا رو میخوان چیکار میکنن متاسفانه میان از همین گوگل ترنسلیشن یعنی میان اینجا چیکار میکنن انتخاب میکنن پیستش میکنن فارسیش میکنن یعنی الان انگلیسیه من چیکار میکنم میخوام فارسی ببینم فارسیش میکنم میبینید صبح شنبه واتساپ قابل شارژ خواهد بود اگر حداقل بعد اینو چیکار میکنن کپی میکنن تو واتساپ تلگرام براتون میفرستن خب حتی فارسی این جمله را من شاید بذارم الان که سایت های حقیقت هایی باشن تو ایران هم که گفته باشم بابا اینا دروغه من کنترل وی میزنم همون فارسی رو که ببینیم همچی چیزی اطلاعی مهم متاسفانه پخش اطلاعی مهم خبر فوری میبینید همه جا علکی تلگرام و از شنبه تلگرام پولی خواهد شد میبینید متاسفانه واتساپ پولی خواهد شد فلان این ور همه اینا دروغه ما میتونید با یه سرچ ساده بفهمید که دروغه یه مروری که گوگل ترنسلیت میتونه برای شما چه فوایدی رو داشته باشه یه خبری رو تقریبا یه ماه پیش از یکی از دوستانم دریافت کردم یه مقدار شک کردم که واقعا این خبر راست یا نه اینکه توی دریاچه ابراهام در کانادا شما میتونید با یخ چیکار کنید چایی دم کنید گاز متان و فلان و اینها یه مقدار شک کردم سری چیکار کردم یه چند تا کلی... کلمه کلیدی شو تو انگلیسی به انگلیسی زدم بعد چک کردم دیدم که آره راست میگه و خب مطمئن شدم و خب به دوستانی که میخواستم ارسال کردم شما میتونید از گوگل ترنسلیت اگه فارسی مشکل دارید مثلا من اینجا چیکار کردم دریاچه ابراهام کانادا یخ چای آتش اینو به انگلیسی تبدیل کردم و چکار کردم چک کردم اگه شما بلد نیستید میتونید اینا رو چیکار کنید گوگل ترنسلیت رو میارید و اون کلماتی که دنبالش میگردید مثلا فرض کنید انگلیسی شو بلد نیستید و میخواهید واقعا مطمئن بشید که همچین چیزی به انگلیسی وجود داره همچین کانالی حالا فارسی هم نمیخواد چون فارسی میتونه این باشه که یه نفر خبر جعلی گذاشته بقیه هم کپی کردن برای اینکه از سایت معتبر گیرتون بیاد شما میتونید کلمات کلیدی رو توی گوگل ترنسلیت همونطوری که گفتم به فارسی تایپ کنید بنویسید بعد اون کلماتی که حالا پیشنهاد میده رو چکار کنید کپی کنید اینم کپی اینو بزنید یا اینکه مثلا فکر میکنید یه دیکتش غلطه خودتون درست کنید این ادیتو بزنید ویرایش کنید خب کپی میکنم وقتی کپی کردم میام چکار میکنم توی گوگل این همچین چیزی رو میزنم که ببینم همچی چیزی وجود داره و میام میبینم که بله خیلی از سایت ها اینو چکار کردن اشاره کردن بعد میرم روی قسمت ویدیو توی قسمت و میرم تو قسمت ویدیو میبینم که بله یک سری ویدیوهایی دقیقا همونطوری که دوستمون گفته از اونجا پخش کردن که دقیقا اکسپلوسیو انفجار نمیدونم یخ فلان فیلم های زیادی است و مطمئن میشم که همچی چیزی وجود داره و ارزم به حضور شما که گاز متان تو این دریاچه چکار میکنه آتیش میگیره بس، و سایتش هم معتبره ببینید science.org این سایتی که وجود داره خب میتونم از روی همین چک کنم و این اعتبار رو میده و فیلم و واقعیت رو یه فیلم های دیگه هست داره پخش میکنه گفتم هر وقتم برای تبدیل متنش مشکل داشتید کافیه چیکار کنید کلیک راست و ترنسلیت به رو بزنید البته این انگلیسیه بعد بیایید انگلیسی رو که زدید بعد بیایید از اینجا فارسی رو انتخاب کنید انادار لنگویج انتخاب کنید و پرژیان برید و پرژیان رو انتخاب کنید و ترنسلیت رو بزنید و میبینید که خب براتون ترجمه هم میده چیزهایی که وجود داره و اخبار رو میتونید به فارسی هم اگه مشکل دارید بس این هم از استفاده از گوگل ترنسلیت نکته مهمی رو میخوام بگم که باید حواسمون باشه در نگاه دیگران هر یه ایرانی نماینده 80 میلیون ایرانیه ما هر کجا هستیم داخل کشور خارج کشور توی هر کجا هستیم ببینید به یه نگاه خاصی به ما نگاه میکنن من یه ماجرایی بگم هم خستگیتون برطرف بشه اینها من توی کانادا توی یه کلاسی دوره‌ای بودم و از اینجا معمولا کسی سیاسی صحبت نمیکنه مذهبی صحبت نمیکنه ولی خب هر اینها یه تیکه‌ای مینداختن در رابطه به یه مسئله یه بحثی پیش اومد اینها به یکی از شخصیت های سیاسی کشورمون یکی از رئیس یه تهمت بی... با روابی روا، تروریست و فلان و در رابطه با هولوکاست و اینها نمیدونم مسائلی رو مطرح کردن خب من توی اینجا شروع کردم از این آقا دفاع کردن خب شروع کردم با از دیدگاه ها و مطالبی که حالا اطلاع داشتم و چون هم عرضم به حضور شما که قانه شد تموم شد بعد از اینکه کلاس تموم شد ما چند تا ایرانی هم توش بودن یه که پزشکی بود توی اون دوره اومد خب دوست بودیم با هم صحبت میکردیم دیدگاه های هم دیگر رو ها. گفت خب فلانی چه حرفی بود تو زدی چرا اینطوری برخورد کردی تو که خودت مخالف این آقایی و خیلی زیاد حامیش نیستی و میگی که خب چه بلاهایی که سر مملکتمون سر دیدگاهایی که داری نظر موافق با ایشون نداری چطور شد از ایشون دفاع کردی این ببین ما ایرانی هستیم بین خودمون هر چیزی رو میگیم تحلیل میکنیم انتقاد میکنیم به خاطر اینکه کشورمون درست بشه اصلاح بشه من از شاید شاه بد بگم نمیدونم از فلان دوره بد بگم فلان شخصیت بد بگم بین خودمون انتقاد کنم اما اجازه نمیدم یه خارجی خوب دقت کن اجازه نمیدم یه خارجی بخواد اینگونه با یه شخصیتی که ایرانیه چه میخواد شاه باشه چه میخواد آیت الله خمینی باشه چه میخواد آهانی باشه احمدی نژاد باشه اینها یه خارجی بخواد خرابش کنه تخریبش کنه میدونی چرا چون فردا خوب من خوشم میاد منم دوتا تا به گال معروف چیه بهش میگم آره راست میگی فلان اینور اونور فردا که آبا از آسیا افتاد من خودمو میزنه تو سر خودم میگه خاک تو سر تو مگه نمیگفتی اینطوری هستید شما اینور اونور میخوام بگم که یه مقدار حواسمون اون باشه چه حرفی رو کجا میزنی متاسفانه تو این کشورهای خارجی توی دوره‌ها دوره‌ها و, دورها و, و این ور ور بعضی ها و اینور اونور هستن بعضیا خب میگم توی خارج از کشور خیلی کمه سیاست رو اجازه نمیدن توی سر کلاس‌ها سیاست مذهب اینها چیه روش صحبت کنه ولی متاسفانه بعضیا بدونی که متوجه باشن بعضی از هنرمندا چیکار میکنن این مسائل رو مطرح میکنن اونا هم خوششون میاد و میخندن به ریش ما میخندن ببینید میخوام بگم انتقاد هست مشکلات هست ولی این توی جامعه خودمون و اینو انتقال ندیم به دیگران که به اونها فردا سو استفاده کنن و امیدوارم مطلب و انتقال داده باشم منظور دیگه برداشت نشه من یه داستانی رو بگم که چه اتفاقی میفته متاسفانه من برای کاری پروژه‌ای به یکی از شهرها رفته بودم حالا اسم اون شهر رو نمیگم و یه دم خارجی با من بودن که من شبکه اسکول نت رو توی ایران راه اندازی کردیم با دانشگاه شریف خب این پروژه خیلی بزرگی بود انجام دادیم بعد موقع برگشتن اتوبوس یه جایی نگر داشت و و من برای خانوادم خب گفتم بچه ها منتظرن یه چیزی ببرم و من رفتم به یه مغازه خب اتوبوس ها میدونید یه مغازه های بزرگ که حالا سوقات اینا میفروشن رفتم به یارو گفتم آقا من حقیقتش بلد نیستم نمیدونم بهترین باغلاباتون و باغلابایی که میتونید به من بدید و... یه مسیری بود که سوهان و باقلابا و از این چیزا میفروختن و گرونم باشه مهم نیست ولی یه چیز خوب بده و آبری ما هم حفظ بشه برای زن و بچه‌مون خب ایشون رفت و از پشت باغلاوا آورد و بسته بندی کرد و داد به ما ما شبونه هم رسیدیم خونه اومدیم خونه و اینو باز کردن بچه ها با خوشحالی وقتی باز کردن خیلی مزد میخوام همسر من خاک دوست سرت چیه کپک زده فلان یه باقلوای کپک زده خراب توی داخل یه جعبه گذاشته شده بود به منم داده بود به من اعتماد کرده بودم یعنی زن بچه من چه اتفاقاتی افتاد چه بلایی سر من اومد و ناراحت شدم دو اصلا من اینو نگار داشتم چون قرار بود هفته دیگه هم برگردم من رفتم تو همون فروشگاه برگشتنی که دوباره اتوبوس همونجا نگه داشت چون اکثر اتوبوس ها عادت دارن همونجا پیاده شدم رفتم اون شخص رو به یه نفری بود گفتم صدا کرد چون اومد ببین گفتم ببین پول این مسئله ای نیست مهم نیست خب چیزی که اهمیت داره اینه کنار من یه عده خارجی هم بودن و هر روز اینجا میان اون خارجی اینو برداشت میکنه ببین به من میام من میگم که آقا فلانی من فلان شهر مثلا معروفه ما میشناسیم اینطوری بد میگم فلان شهر فلانی اینطوری خب اما اون خارجی اینو وقتی میبره میگه ایرانیا میگه ها میگه شیعه ها آدمای فلان فلان شده ایان خب متوجه هستی چی دارم میگم حواسمون باشه چیکار داریم میکنیم فردا من توی شهری هستم میگم به من یه بدی میگذره یه خبری متاسفانه میگم که آهان اسفهانی ها اینطور آهان رشدی ها اینطوری آهان شمالی ها اینطوری آهان ترک ها اینطوری متاسفانه دیدیه که ما چیکار میکنیم جنرازشن کلیگویی میکنیم و بعد میگیم که آهان زنا اینطوری اینطوری و اون باشه ماها نم. من توی خارج از کشور پروژه ها کنفرانس تا مختلفی خدا رو شاید میگیرم خیلی بیشتر مواظب به خودمم تا ایران من تو ایران خیلی کارا رو انجام میدادم میرفتم میگشتم انواع لباس ها رو میپوشیدم مراقب بودم خب معلم بودم ولی میخوام میگم که من توی کشورمون تو ایران خدا رو شاهد میگیرم خیلی راحتتر و بازتر و شوختبتر و میگشتم توی... چون تو خارج من میدونم به من نگاه میکنن میگن ایرانیه میگن مسلمونه میگن شیعه از من نماینده میگن به من میگن معلمه یعنی به دید معلم من مدرسه دخترونه سالها شاید بیشتر از 20 دو. چند سال من تو فقط دخترونه درس دادم مدرسه از زهرا. جز اولی معلمایی بودن که تو مدرسه دخترونه بودم پیش دانشگاهی از زهرا بودم نرجس بودم دانگان بودم مدارس روش دخترونه روش پسرونه جاهای مختلف بودم مدارس دخترونه شاید بیشتر از 25 سال من آنقدر آنجا مراقب خودم بودم توی رفتارام گفتارام حرکت هام که هیچ وقت تو مدرسه پسرونه شاید اونقدر ما رو چرا چون من نماینده معلم مرد بودم فردا کوچیک در این حرکتی میگن که آقا معلم ها اینطوری یعنی یه مسئولیت شاید من تو بیرون با خیلی مزد میخوام شوخی خاصی هم بکنم نمیدونم یه حرکت نافرمی هم انجام ولی وقتی تو مدرسه میرم به عنوان یک معلم رسالت خاص دیگه دارم به وقتی من روحانی هستم باید نگاه کنم من نماینده شیعه هستم مسلمان هستم روحانیت هستم باید حرکت زشتی رو انجام ندم وقتی من پزشکم به من به عنوان پزشک میشناسن خب من نماینده پزشکا هستم خب خوب دقت کنیم اینو فراموش نکنیم که ما در جایگاهی نماینده یه دستیم و اون مسئولیت خطیری برای ما داره یه مقدار اینا رو در نظر داشته باشید آقا معلمی باید یه مقدار رفتارات معلمگونه باشه برداشتهایی که هستش و روحانی هستی همینطور مددا هستی خیلی باید زیر نظری سیاست مداری به هر حال امیدوارم که این نکته رو داشته باشیم خوب و حواسمون به امنیت و حیثیت جامعه و ارزش‌های اجتماعی باشه شاید استثناا کسی هم قفلتا یه اشتباهی و خبتی و لغزشی انجام بده ولی اینو به پای همه نشوریم نگیم که ارزم به حضور شما که این قوم این قشر این دین این مذهب ببینید همه زنا اینطوری ان نگاه کن همه لورا اینطوری همه ترکا اینطوری همه افغانیا بابا ول کن افغانیا همه دکترا اینطوری نمیدونم دنبال مالن و فلان بابا این همه دکترای خوبم هم داریم فداکارم داریم زحمتکش هم داریم همه رو به پای حالا ده نفر دلال هم وجود داشته باشه متاسفانه سوء استفاده میکنن نشوریم همه هنرمندا اینطوری ان هن اصلا ول کن اینا استغفرالله همه آخوندا اصلا ول کن همه آخوندا اینطوری هم بابا آخوند به خدا من شاگردای آخونده زیادی داشتم آخوند داریم شاگرد دارم که خدا وکیلی باید خل لباسش کرد باید اصلا چیکار کردی نمیدونم تیک کش کرد اصلا آخوندی ولی من آخوندی شاگردی دارم خدا رو شاهد میگیرم پشتش نماز میخونم بچه پاک مؤمن هیچ هم که ما نمیتونیم بگیم که همه آخوند حالا یه آخوند بده همه آخوندا بدن آخوندا به قول معروف بگیم که همه آخوندا اینطورین همه ها اینطوری هن. همه فوتبالیستا ازن کلا ذاتشون اینه فوتبالیست ها. همه بسیجی ها و حزب اللهی اینطورین بابا همه را... این همه به گل معروف فداکاری هایی که بچه های بسیجی انجام دادن توشون هم خب یه دی بودن سو استفاده کردن یا سپاهی هایی که به گشقانه رفتن شهید شدن و یه هم بودن متاسفانه سو استفاده کردن شهید باکریمی که خوشا به, به حال آنهایی که رفتن و بدا به حال آنهایی که ماندن خب چرا بده به حال آنهایی که ماندن؟ خب اینها هستش نمیگم متاسفانه خوب و بد هست سری نگیم این اون همه رو به یک چشم و حواسمون باشه که ما این چیزی که میگیم میفرستیم کیا رو در یه معلم یه اشتباهی میکنه یه بچه رو میزنه نمیدونم یه فشی میده فلان سری بگیم معلم ها پخش میکنه آبوری. کل قشر معلم ها دکترها پزشکا نمیدونم اینا رو میبریم اینا یه مقدار دقت بشه طور خدا به یه نکته اشاره کنم در رابطه با حاشیه سازی خبرهای شایع شده و اثبات نشده خب یه خبر رو شایعه میکنن هنوز خود اون دفاع نکرده اثبات نشده خبر بعدی رو هم هی hey, از این ور اون ور چون میخوان دنبال سوژن دیگه مثلا همین خبری که دیروز دست من رسید آقای پناهیان حزب اللهی باید پولدار باشد اگر پول ندارید ارزه ندارید واکنش پناهیان به خبر شراکتش با مالک تکماکارو سایت های خبرگزاری های رسمی این پخش کردن بعد من رفتم خبر رو چک کردم خب این خبر رو یه نفر بدون عکس و بدون فیلم و سند توی فیسبوکش اینا قرار داده گذاشته ما رفته بودیم جلسه مثلا بچه هزباللهی هم هست خب روی دانشگاه امام صادق و ایشون این حرف رو زد خوب دقت این حرف برمیگرده به چی؟ برمیگرده به شایعی که دقیقا چیه؟ حدوده میبینید چهار روز پیش چهار روز پیش دقیقا قبل از اینکه چیز کنید چهار روز پیش در مورد آقای پناهیان پخش شد که ایشون مثلا با تاک مکارون یه دونه علکی حالا یا راستکی من نمیدونم سندی رو زدن که ایشون مثلا چی یه ساختمان ملکی رو شراکت داره و فلان اینور حالا این واقعا این اسم که اینجا اومده این پناهیان هست نیست ایشون دفاع کرده ثابت شده نشده هیچی این نیومده این خبر این یکی اومد حالا شاید واقعا این خبر راست باشه این خبر اول منظورم این خبر اول که ایشون گفته باشه واکنشش حزب باید پولدار باشه اگه پول, دار... پول ندارید ارز ندارید ولی چطوری راست باشه دیدید بعضیا میخوان بعضی رو بسوزونن دیگه حرفشو باور نمیکنه نمی میگه حالا که باور نمیکنی من مثلا ارزش شراکتی ندارم من همچین کاری رو نکردم بر من خب برداشته مثلا به شوخی به خصوص آخوندا توی این کار خبره هستن میگه حالا آره همینه ما پول داریم شراکت داریم کل اون تک مثلا مالمانه تا چشه در بیاد شاید یه همچین شوخی کرد کل مطلب وقتی نیست حالا اولا گفتم من چون این خبر همین دیروز اومده هیچی هم در موردش پیدا نکردم نمیتونم اصار نظر ولی میدونم که یه جایش میلنگه میدونم یه جایش میلنگه حالا بعدا بعد از یه هفته دیگه همه خبرها. حالا آقای پناهیان باید ببینید این شخصیتایی هم که اصلا سری باید پیام بذارن این شایعه ها زیاد چیه تا آبری طرف بره اگه واقعا هم چیزی خب میخوام من اینو بگم که حواستون باشه تا یه مطلبی مطمئن نیست خواهشان نفرستید با آبری آدم بازی نکنید ما شاید هم این ارزش حرفی رو گفته باشه ولی به تنز و شوخی مثلا که میخواد رد کنه بگی که بابا من اصلا خو... همچین قراردادی رو ندارم همچین ملکی رو ندارم خوری ندارم حالا که شما قبول نمیگوی باشه چه شد در بیاد. آره باید بچه حزب من حزب هم و بعد پولدار باشه یه همچین چیزی رو به صورت تنز گفته آخ 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 وای 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 از دست بعضیا برادر من دوست عزیز من همکار من جوان من با آبرو و حرمت خصوصی افراد و اشخاص بازی نکنید تو رو خدا مراقب باشید نمیدونم پسر آقای فلانی اون فلان هنر پیشه نمیدونم ماشین پسر آقای جواد یه عکسی رو میذاره و یه متن رو میذاره و نمیدونم استخرش شنا پسر فلانی نمیدونم ماشین پسر ل... اصلا لاریجانی بدبخت یه همچین پسری داره نداره دختره نمیدونم این هم ارزان به حضور شما که پسر اصلا پسر علی لاریجانی اون شد این شد این به اسم پسر خیلی ها تو اینترنت پخش کردن با عکس مزخرف استخر و شنا و فلان و دخترای آنچنانی و نمیدونم ویدیوی لو رفته از پسر حسن روحانی نمیدونم اینم دختر روحانی در نمیدونم در کجا و حجابش و فلانش و خدا یا پروردگارا من نمیدونم یه عده مریض مشکل چقدر آقا تو اون دنیا میخوای جوابگو باشی با آبروی مردم مسائل شخصی و خانوادگی افراد چه عادی باشه چه دوستت باشه چه همکارت باشه چه هنرمند معروف فوتبالی سیاسی متخصص افراد مشهور نمیدونم خارجی داخلی فرقی نمیکنه نمیدونم چه دشمنه چه دوستت چه ادعای سیاسی اخلاقی داشته باشن ورزشی هنری به ما ربطی نداره عکس نمیدونم راست و دروغ بگی که نگاه کن خودش این ادعا میکنه من بچه مسلمانم فلا این عکس عکس فلانو ببین اینها کارهای واقعا زننده و زشتیه آقا مسائل شخصی و خانوادگی زن و بچه اون به ما ربطی نداره ما با خودش با دیدگاهاش اون سیاستی و ایدئولوژی فوتبال تخصصی چیزی کار چی کار داری به عکس زن و بچهش حالا چی کار کردن هر چند خوب دقت کنید هر چند این گونه افراد و بزرگان شخصیت ها باید بیشتر رعایت کنن خانواده هاشون خودشون مراقبت کنن ولی اگر اشتباهی هم فرزندش انجام میده بچهش انجام میده خانوادهش و خب که اشتباه شخصی به روحانیه باید مراقب بچش باشه نمیدونم با لباس های آنچنانی استخرای آنچنانی افراد آنچنانی نگه ولی اگر میگرده نو حضرت نو فرزندش چی خب حالا بگیم چون فرزندش این بود و حالا دیگه حضرت نو رو بذاریم کنار به این داستان های ما زیادی داریم اصلا ربطی نداره خوب دقت کنید ما یه جمله خیلی خیلی مهم داریم آقا حق و با من نسنج با من زهیری نسنج حق و با حق بسنج ببین معیارهای حق چیه نگو مثلا آیت الله فلانی چی گفته به اسلام نگاه کن بچهش اینه خودش اینه اسلام ببین اسلام چی میگه؟ اسلام واقعی چی میگه؟ ببین دین چی میگه؟ مسیحیت واقعی چی میگه؟ نه اینکه حالا یه کشیش یه کار خلافی کرده ببین که م مسیحی ها انحراف دارن فلان مسلمان ها اینطوری خرافیان هن ببین شما نمیتونید با یه ده افراد حق و بسنجید حق با خود حق ملاکای حق چیه بسنجید؟ خوب دقت کنید این خیلی مهمه و ما احادیث و گفتهای زیاد داریم که تو کار دیگران جاسوسی نکنید بسیاری از گمانها بپریزید کراحت داره و این کارها رو نکنیم و حواستون باشه وقتی آب روی کسی رو بریزید دیگه نمیشه جمع کرد آب رفته به جوی باز نگردد خوب دقت کنید و خدایی نکرده آتیش جهنم برای خودتون روشن نکنید به خاطر هر چیزی و برای هر چیز. یکی از چیزهایی که هستش حکومت دارن خب میدونید اخبارهای زیادی هست نوعی عوام فریبی یه نمونهش توی سایت بی بی سی پرژین افغانستان میتونید این لینک رو پیدا کنید که تو افغانستان یه ماجرایی پخش شد که یه دختر قهرمان ساختن یه دختری که چند تا طالبان رو کشت و اخبارش رو دولت افغانستان و این ور پخش کردن دوست خب برادرهای افغانی هم خب دوست دارن قهرمان سازی فلان این ور انجام دادن ولی بعدا که حالا طبق این گزارش چیزی که این گزارش داره میگه بعدا پخش شد و نگاه کردن و ماجراشو میتونید توی داخل خود بی بی سی کامل بخونید که چیه بعدا دیدن که نه واقعیت اونی نبودی که خب دولت افغانستان دوست داشته این ماجرا رو اینطوری جلوه بده و ایشون اتفاقا تو تینی اندازی که داشته چیکار کرده نامزد خودش کشته و پدر خودش هم کشته شده توسط اونها درگیری شخصی و برای حالا خودشون چیزی که داستانیه که اینجا خبرنگارهایی که اینجا این سندی که دادن اینجا صحبت کردن گذاشتن ماجرا چه کسی بوده حالا چرا حکومت چرا این استفاده رو خواسته قهرمان سازی کنه وضعیت زنان تو افغانستان به چه نحویه میخواسته اونو به بود ببخشه روحیه بده به مردم و این اتفاقات چیه میفته توی جامعه بس حواسمون باشه بعضی موقع از تبلیغات میشه و از عواطفی که چیه برای مردم سو استفاده میکنن و هم وجود داره و این هم میگم که یه نمونه خبری که میتونید خودتون بررسی کنید سیاست مدارا استقبال خاصی از استراتژی دروغ داره اصلا میگن معروف سیاست یعنی دروغگویی و مطبوعات و رسانه هایی که وابسته به این سیاست مداران هستند به هر میخوان طرف و از میدون به در بکنن حالا میخواد دروغ باشه درم و جنایت باشه حالا هرچی که هستش این سیاست خاص سیاست میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه به قول ماکیاول خان چیکار کنن برنده بازی باشن میدونید که در سیاست اصلا دروغ گفتن اونم دروغ بزرگ گفتن خیلی مهمه شاید شنیده باشید حالا خود هیتلر وزیر تبلیغات هیتلر نمیدونم وزیر ارتباطاتش حالا هرچی میگه یک دروغ باید بارها و بارها تکرار شود تا مردم اصلا فکر کنن یه حقیقته میگه هر چه دروغ بزرگتر قابل باورتر و هر چقدر بیشتر تکرار بشه دیگه تموم شد رفت و این چیزیه که خب متاسفانه سیاستمدارا در پیش میگیره ها با دروغ های بزرگ مردم رو شستشوی مغزی میدن این هم سیاستیه که متاسفانه بعضی از سیاستمدارها دارن دوستان هر قائل به بین یه واقعیت و این نظر یه روزنامه میبینی که یه تیتری رو میزنه بعد پایینش یا بالاش زده که به نظر من از نظر من تحلیل نمیدونم فلان تو انگلیسی مثلا میگم I believe, I think it should be نمیدونم باید اینطوری باشه it might be ممکنه احتمال داره خب بس یه چیزایی هست که حواستون باشه احساسش فکرش تفکرشه با این چیزی که حقیقت بس حواسمون باشه توی اخباری که میگیریم آیا اینها نظریه است نظریه ایشونه بعد نظریه رو ما, ما یک کلاغ چل کلاغش نکنیم نظریه فلان رو بگیریم تیترش رو بعد بذاریم که فلانی گفته واقعیت به عنوان یه واقعیت چاپ کنیم بس حواسمون باشه نظریه و تفسیر رو بر واقعیت های موجود چیه حواسمون باشه تمایز قائل بشیم مثلا که ببینید که تیتر زده رانندگی ممنوع خواهد شد خب بعد فردا میگه که آقا حکومت جمهوری اسلامی ایران دیگه رانندگی برای عکس بانو هم هستن ربطی هم این نداره ها برای خانوما بانو همینطوری خودشون ها همی نمیدونم رانندگی ها. آقا این تیتر رو بشین بخون ببین اصلا چیه داره میگه که در رابطه با تکنولوژی پیشرفته داره میکنه نمیدونم روبات ها دارم می... اصلا چی داره میگه همینطوری یه تیتر رو این به خاطر اینکه جذب مشتری کنه زده و شما یه نظریه یه تفسیر رو ور میداری تیتر میکنی میگی بیا نگاه کن من خودم تو روزنامه دیدم گفته دیگه بانوان رانندگی نکنن نمیدونم فلان یا مثلا تیتر زده تو تیتر دیگه دنبال خرید مشتریشه واگذاری بیمه ها به مردم بعد میگه که آره فردا خبر میاد که بیمه ها رو دیگه به مردم واگذار چی شد هر کس نمیدونم فلان شد خوب یا بد برای خودش بس خوب دقت کنید یا مثلا تیتر زده مدرک دانشگاه از 24 میلیون تا 1 میلیارد سه روزنامه ای که زندگی نامه ای من تقلبی بود دیدید که گذاشته بودن کپی کرده بودن بری ببینی آقا مدرکت کو گفته حالا یه نفر توی انقلاب باش صحبت کردیم گفته آقا تا 1 میلیارد هم همینطوری یه حرف زده بعد شده مثلا تیتر روزنامه بوده بس یه دقت کنید این نظریه است واقعا پخته است فیلم داره مدرک داره ثابت شده میدونم چیزایی که وجود داره رو دقت کنیم همینطوری تحریم ها رفت فردا هم پخش میگم دیگه تحریم ها تموم شد رفت ارزم به حضور شما که از فردا صبح دیگه تحریم بی تحریم تحریم نمندی خب آغازی بر پایان اینک دیگر بدون تحریم راحت شدیم رفت فروپاشی تحریم همینطوری خب کو تحریما کور همینطوری خب یه نظریه است یه تحلیله ولی خب تیتر میزنه و شما هم اینور اونور متأسفانه پخش می‌کنید بعضی موقع خبری رو میگیریم حواسمون باشه سریع عجله نکنیم خب رسانه های رقیب و نظرات دیگران هم جویا بشیم الان این به نظر شما عدد هفته یا هشته خب اون اونایی که چپگرا هستن از چپ نگاه میکنن میگن به جون مادرم هشته اونهایی که راستگرا هستن قسم میخورن میگن که بابا به خدا هفته و هر دوتاشون هم دارن راست میگن خب ببینید اونی که از این زاویه نگاه میکنه هفت میبینه خب تعصب خاص خودش داره نظریه خودش میگه که آقا این برجام یعنی هیچی فایده نداره و ما رو بدبخت کرد و فلان و اینها اونی که از این زاویه نگاه میکنه از یه دید دیگه نگاه میکنه از یه نگاه دیگه میگه که آقا تنها راه نجات کشور فقط برجامه خب میخوام بگم هیچ کدوم از اینها دروغ نمیگن خب شاید شاید دروغ نمیگه از دید خودشون دارن نگاه میکنن از زاویه خب بیایم زاویه دید اونها هم نگاه کنیم تعصب نداشته باشیم ببینیم آخه چرا اینطوری دارن میگن آقا این قرارداد 25 ساله نمیدونم فلان مخفیانه فلان اینها وجود داره حالا مملکت رو واقعا فروختن یا نه واقعا به نفع کشورمون در آینده همه دارن با چین رابطه برقرار میکنن ما چیزی رو از دست نخواهیم داد بلکه به دستم میاریم من نمیدونم تمامی خب ما از زاویه اونها هم به این قرارداد نگاه کنیم و ببینیم راست دروغش چیه چیزای مخفیش چیه و از زاویه دید اینها هم نگاه کنیم که آقا, آقا واقعا مملکتمون داره فروخته میشه چی میشه چه چیزایی رو داریم تف بس نگاه کنید از زاویه دید هر دو طرف یه مطلب رو نگاه کنیم بعد نظر بدیم هر کسی از زن خیش شد یار من این آقا داره میگه عدد نه اون هم, هم شیشه واقعا هم نه هم شیشه بستگی به زاویه دیده کسی داره بس یه خبر و یه تحلیل و از زاویه دیده دیگر هم نگاه کنیم تعصبی نداشته باشیم سریع پخشش کنیم میگیم همین است باید. چون تحلیل خودمون نظر خودمون اون یا بر ما به گال جوری خبر داده که ما رو توجیه کرده